به برنامه 60 دقیقه ویژه گفتگوهای هسته‌ای خوش آمدید. سرخط خبرها. ساعات پایانی مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی. نتانیاهو میگوید توافق احتمالی جایزه‌ای به ایران است برای دخالت‌هایش در منطقه. اینجا در لوزان ایران و قدرت‌های جهانی میگویند برای مذاکره تا آخرین ساعت تا فردا شب آمادگی دارند. در ادامه این 60 دقیقه اهمیت پروتکل الحاقی در توافق ایران و پنج به علاوه یک، آیا ایران دوباره نظارت بیشتر آژانس را میپذیرد؟ دعوا بر سر محتوای تفاهم، توافق خوب چه توافقی است؟ و نگرانی فعالان اجتماعی، آیا توافق هسته‌ای وضعیت حقوق بشر ایران را بدتر میکند؟ سلام بر شما، من جمال الدین موسوی هستم. سلام، من فرناز قاضی زاده هستم. یک ضرب المثل انگلیسی میگوید روم را یک روزه نساختند. به همین دلیل آنهایی که درگیر مذاکرات هسته‌ای در لوزان هستند میگویند اندکی صبر، توافق نزدیک است. ولی آیا واقعا این طور است؟ اگر قدرتمندترین کشورهای جهان را کنار هم بگذاریم، وزیران خارجه شش کشوری که در بالای فهرست هستند امروز صبح روبروی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نشستند. ولی چرا سیمرغ توافق اسیر دام این دیپلمات‌های کارکشته نشد؟ میگویند چراغ امید خاموش نشده. ولی دست کم بازگشتن سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به مسکو نشانه ای امیدوار کننده نیست. فردا روز آخر است و زمان دور نهایی این نبرد دیپلماتیک. در این برنامه ویژه تازه ترین ها رو مرور میکنیم و آنچه که امروز و دیروز گذشته رو با تحلیلگران به بحث میگیریم. اول میریم به لوزان، جایی که همکارم کسرا ناجی اونجاست. کسرا، به نظر میاد که لوزان الان در یک دوراهیه، توافقی که پیروزی برای همه تلقی بشه و یا شکست برای همه. تازه ترین ها رو بارها ازت پرسیدیم، یک بار دیگه ازت میپرسم که تازه چه خبر؟ درسته، واقعا روزهای تعیین کننده است برای این مذاکراتی که الان 17 ماه ادامه داره و میتونه به این بحرانی که 12 سال گریبانگیر ایران و جامعه جهانی شده خاتمه بده. از تازه ترین ها بگم که مذاکرات بدون وقفه با شدت تازه ادامه داره اینجا و گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه همچنان داره برگزار میشه. ساعتی پیش در همین هتل، در راهروی هتل، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران رو دیدم. از او پرسیدم که آیا یکی دو مورد مسائل فنی که گفته بود حل نشده باقی مانده الان حل شده یا نه، و به من گفتش که این مذاکرات درباره اونها همچنان ادامه داره. این رو اضافه کنم که در جلسه صبح امروز وزیران ایران و شش قدرت جهانی پیشنهادهایی مطرح شد و قرار شد که کمیته به اصطلاح جلسه فنی سیاسی تشکیل بشه برای بررسی اون پیشنهادها، که بعد از ظهر امروز جلسه با حضور علی اکبر صالحی، ارنست مونیز همتای آمریکایی او، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران، وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و هلگا شمیت معاون مسئول سیاست خارجی اروپا تشکیل شد که ظاهرا هنوز به نتیجه نرسیده، رایزنی ها ادامه داره. هر دو طرف میگن که برای مذاکره تا فردا شب قبل از پایان ضرب الاجل آمادگی دارن. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران حتی گفته که ممکنه تا روز چهارشنبه صبح احتمالاً بتونن اعلام کنن که به توافق رسیدن یا نه. مسائل مورد اختلاف چندین مورد هست، یکی دو مورد بسیار مهم، اما قبل از بحث درباره اونها گزارش همکارم امیر پایور رو میبینیم در مورد تازه ترین رویدادها. امروز قرار بود روز تعیین کننده باشد، تبدیل شد به روز ابهام درباره توافق. شش قدرت جهانی یک بار بدون حضور ایران و بار دیگر با حضور ایران دور هم جمع شدند، ولی در مواضع دو طرف جمعی حاصل نشد. نشست صبح که قرار بود سرنوشت مذاکرات را رقم بزند بدون نتیجه پایان یافت، ولی گفتگوها در ادامه روز ادامه داشت.
مذاکره کننده ها از هر فرصتی برای رایزنی استفاده می کنند، حتی هنگام قدم زدن. اینجا وزیر خارجه آمریکا و همتای بریتانیایش در حال تبادل نظر. رفت آمدها به محل مذاکرات ادامه داشت، اما بعضی رفتند و برنگشتند. وزیر خارجه روسیه لوزان را ترک کرد، ولی وعده داد شاید فردا برگردد. یک روز مانده به ضرب العجل، مذاکره کننده ها از روز تعیین کننده حرف میزنند، اما تجربه ژنو و وین نشون میده گفتگوها معمولا تا پاسی از نیمه شب ضرب العجل ادامه خواهد داشت. مذاکره کننده ارشد ایران گزارش ها درباره وجود یک پیشنویس را رد کرد. عباس عراقچی میگوید مذاکرات ممکن است تا چهارشنبه هم طول بکشد. اما چقدر امید هست این همه گفتگو نتیجه دهد؟ نمیشه حالا به صورت قاطع گفت. ما پیشرفت‌های خوبی داشتیم در دوره‌های گذشته مذاکراتی، در این دور هم هنوز نمیشه گفت که پیشرفت قابل توجهی صورت گرفته، ولی روی ایده‌های مختلف کار کردیم. راه حل‌های محتملی که وجود داره برای این چند موضوع اختلافی، روی اونها کار زیادی صورت گرفته. هنوز در موقعی نیستیم که بگیم نزدیک به حل این مسائل هستیم، ولی امیدوار هستیم و به تلاش های دارم. همزمان تمام رسانه‌های دنیا در اتاق‌های کنار این دیدارها آنها را از نزدیک رصد می‌کنند. 18 ماه است که هر چند هفته یک بار این عده در شهری، در نیویورک، در مسقط، وین، ژنو، مونترو یا لوزان جمع شدند و دست خالی برگشتند. آیا ایران از موضع خود بر لغو تحریم‌های سازمان ملل کوتاه می‌آید، یا این قدرت‌های جهانی هستند که به این خواسته ایران تن می‌دهند؟ امیر پایور، بی بی سی، لوزان. کس را قبل از این گزارش اشاره مختصری کردی به این که گفتگوی کوتاهی داشتی با آقای صالحی و این فرصت رو پیدا کردی. اگر اینقدر واقعا میشه به هیئت‌ها نزدیک شد، آیا میشه فهمید که دست کم بر روی چه چیزهایی تا حالا توافق شده؟ ببینید، گفتگو نبود با آقای صالحی. از کنار راهرو، از کنار خبرنگارها رد میشد و من هم بلند از ایشون سوالی کردم، ایشون لطف کردن جواب دادن. گفتگو به اون صورت نیست. نه، هنوز اونجوری ما دسترسی به هیئت ها به طور مستقیم نداریم، مگه اینکه خودشون بیان به طرف ما، و این کارم نمیکنن اغلب و در مجموع در بیخبری زیادی به سر میبریم. اما بیخبری کامل هم نه. از خدمتتون بگم که مثلا میگم یک دیپلمات آمریکایی که با خبرنگارها دیروز صحبت میکرد، صحبت از مسائلی کرد که نشون میده دو طرف راجع به بعضی چیزها توافق دارن. مثلا در مورد اینکه دوره زمانی هر نوع توافق جامع حدود 10 سال هست به اضافه یک 5 سال. 10 سال اول محدودیت ها و بعدم 5 سال بعد برداشته شدن محدودیت ها به تدریج. در این مورد کم و بیش دو طرف توافق دارن. مسئله دیگری که توافق هست اینه که هر نوع توافقی که در پایان ماه ژوئن اتفاق بیفته، قدم به قدم و در مقابل قدم‌های متقابل هر یک از دو طرف خواهد بود. به خصوص مثلا در مورد تحریم‌ها گفته میشه که این تحریم‌ها قدم به قدم با توجه به قدم‌هایی که ایران برخواهد داشت برای ثابت کردن صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش، این قدم‌ها برداشته خواهد شد. و نکته‌ای هم که توافق دارن اینه که شورای امنیت مثلا باید هر نوع توافقی رو که در پایان ماه ژوئن بهش میرسن روش صحه بگذاره. این رو هم دو طرف باش توافق دارن. گفته شده که امشب قرار هست دوباره وزرای خارجه 6 کشور همراه وزیر خارجه ایران گفتگو بکنن. این در حالی که گفته میشه آقای لاوروف محل مذاکرات رو ترک کرده. آیا این گفتگوها بدون حضور طرف روسیه برگزار میشه، یا اینکه آقای لاوروف باز خواهد گشت؟
درسته، ما شنیدیم که آقای لاوروف تاکید کرده که اگر دو طرف به توافق برسن ایشان از مسکو دوباره برخواهد گشت به این مذاکرات برای اعلام این توافق، حالا این اعلام توافق هر شکلی که به خودش داشته باشه. وزیر خارجه روسیه تنها وزیر خارجه شش قدرت جهانی است که امروز اینجا نیست، به دلایلی برگشت به مسکو. باقی همه اینجا هستند، وزیران خارجه فرانسه و آلمان. میدونیم که برنامه‌های فرداشون رو که داشتن در جاهای مختلف قرار بود به برلن برن مثلا، اون رو کنسل کردن، لغو کردن و ماندن اینجا. جان کری وزیر خارجه قرار بود امروز در آمریکا باشه، در باستون باشه، اون رو هم لغو کرده و میگه تا زمانی که لازم باشه اینجا هستیم تا پایان فردا شب. بنابراین به نظر میرسه که روسیه رو معاون آقای لاوروف، آقای ریابکوف به صلاح نمایندگی خواهد کرد در این مذاکرات، و این مذاکرات داره به نظر میرسه به نتیجه میرسه. ما تا این لحظه تا این انقدر به توافق نزدیک نبودیم که الان هستیم. متشکرم از کسرا ناجی در لوزان سوئیس. البته باید اشاره بکنم که در ادامه برنامه باز هم به کسرا و به لوزان باز خواهیم گشت و تازه ترین ها رو یک بار دیگه مرور خواهیم کرد. فعلا اما درباره پروتکل های الحاقی بد نیست که صحبت بکنیم. پروتکل های الحاقی که به پیمان منع گسترش سلاح های اتمی یا همان NPT اضافه شد، برای مدتی طولانی مایه بحث و اختلاف میان آژانس و ایران بوده. حالا اگر توافقی بین ایران و طرف مذاکره به دست بیاد، اجرای پروتکل های الحاقی توسط ایران یک ضرورت به نظر میرسد. محمد امینی نگاهی کرده به این پروتکل ها و حساسیت ها بر سر آنها. پروتکل‌های الحاقی 18 سال پیش متولد شدند، از دل مخفی‌کاری‌های عراق و کره شمالی که برای رسیدن به سلاح اتمی قوانین بین‌المللی را دور زده بودند. دوران اعتماد به اعلام دولت‌ها درباره فعالیت‌های اتمی‌شان به پایان رسید و نیاز به دور تازه‌ای از نظارت‌ها محسوس شد. هدف جلوگیری از دستیابی کشورهای عضو معاهده NPT بود که به دنبال جلوگیری از گسترش تسلیحات اتمی در جهان است. تقریباً 140 کشور عضو NPT اجرای رسمی این پروتکل‌ها را پذیرفتند. پذیرش پروتکل‌های الحاقی مراحلی دارد که از امضای رسمی دولت‌ها تا تصویب پارلمان آن کشورها یا اجرای موقت در نوسان است. پروتکل الحاقی رو جمهوری اسلامی ایران امضا خواهد کرد با ملاحظاتی که قبلا بهش اشاره کردم. ملاحظات ما این هست که پروتکل الحاقی نباید امنیت ملی ما رو، منافع ملی ما رو و حیثیت ملی ما رو خدشه‌دار بکنه. ایران 12 سال پیش این پروتکل ها را امضا کرد توسط علی اکبر صالحی که سفیر وقت ایران در آژانس بود. اجرای داوطلبانه اش را هم بلافاصله آغاز کرد، اما ایران در سال 2006 به اجرای آنها پایان داد، وقتی آژانس پرونده برنامه اتمی ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد. کشوری که پروتکل های الحاقی را اجرا می کند باید درهای تأسیسات اتمی و غیر اتمی خود را به روی بازرسان آژانس باز کند. روح اصلی پروتکل های الحاقی بازرسی های گسترده و تقریبا نامحدود است. اینکه ایران به مدت 3 سال پروتکل‌های الحاقی را اجرا کرده نشان می‌دهد که تهران با اجرای دوباره این پروتکل‌ها و حتی تصویب آنها در پارلمانش مشکلی نباید داشته باشد، که البته تصویب در پارلمان مراحلی دارد. مهمترین نکته‌ای که پروتکل‌های الحاقی را برای کشورهای جهان حساس می‌کند، درز اطلاعات نظامی، امنیتی، تکنولوژیک و به خطر افتادن امنیت ملیشان است. ایران بارها رسما به آژانس به خاطر آنچه آن را درز اطلاعات حساسش مینامد اعتراض کرده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دستور کار قانونی خودش منحرف شده. متاسفانه این آژانس که قرار بود یک سازمان فنی بین‌المللی باشد، الان نقش یک سرویس اطلاعاتی را بازی می‌کند. همه ی کشورها نسبت به درز اطلاعات حساس نظامی و امنیتی خود نگرانند. مثلا آمریکا در سال 1998 پروتکل الحاقی را امضا کرد،
اما حدود 6 سال طول کشید تا قانونگذاران آمریکایی در سنا و کنگره به تصویب آن رضایت دهند و اجرای رسمی پروتکل در سال 2009 آغاز شد. فاصله حدوداً 10 ساله از امضا تا اجرا. محمد امینی، بی بی سی. مارک فیتزپاتریک، کارشناس مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک، اینجا با من. آقای فیتزپاتریک، یکی از بحث هایی که مطرح بوده در این برنامه بحث پروتکل الحاقی است. با توجه به اینکه مسائل زیادی مطرح شده و هر از گاهی هم کمتر این مسائل مورد بحث قرار گرفته، بحث پروتکل الحاقی در گفتگوهای کنونی چقدر مهمه؟ Iran's acceptance and implementation of an additional protocol is vital. پذیرش پروتکل الحاقی از طرف ایران بسیار مهم است. بدون این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمیتونه تضمین‌های لازم رو بده که برنامه هسته‌ای ایران کاربرد نظامی نداره. اکثر کشورهای دنیا پروتکل الحاقی رو قبول کردن، برای همین برای ایران هم زیاد نباید سخت باشه که اینو قبول کنه. خیلی از کشورها البته در کنار برنامه‌های اتمی خودشون ممکنه که برنامه‌های نظامی و برنامه‌های غیر نظامی سری هم داشته باشند. آیا آژانس نگرانی‌های اونها رو هم در نظر خواهد گرفت برای دسترسی به مکان‌هایی که می‌خواد به اونها سرکشی بکنه؟ The additional protocol does not let پروتکل الحاقی اجازه نمیده بازرسا هر جا دلشون میخواد برن. یه سری محدودیت های وجود داره، اما اگه تردید های وجود داره درباره برخی فعالیت های یک کشور، دولت اون کشور باید اجازه بده که بازرسان اونجا برن. یه نمونه خوب تایوان هست. تایوان قبلا یک برنامه نظامی هسته‌ای داشت، این برنامه رو متوقف کرد، اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس پروتکل الحاقی 7 سال طول کشید تا بتونه بگه که تایوان دیگه برنامه نظامی هسته‌ای نداره. خب حالا بر فرض امضای چنین پروتکلی، همین موضوع مناقشه نخواهد شد؟ مثلا آژانس تأکید بکنه که یک محلی است که ممکنه مشکوک تلقی بشه، ولی کشور دیگر مثلا ایران تأکید بکنه که ربطی نداره به برنامه‌های هسته‌ایش، کما اینکه در مورد پارچین همین هست. This could happen in the future. اتفاق میتونه بیفته در آینده. مثلا اتفاقی مثل برای پارچین افتاد. آژانس میخواد به یک پایگاه نظامی بره که بخواد بره اونجا تحقیق بکنه و ایران بگه نه. این بر اساس پروتکل الحاقی حل نخواهد شد. باید یک سری حقوق بیشتری به بازرسا داده بشه، امکانات بیشتری که بتونن سرکشی بکنن، و فکر کنم همین اختیارات بیشتر به بازرسا یکی از مسائل مورد اختلاف در مذاکراته. ایران میگه که تا حالا چندین نفر از متخصصان هسته‌ایش کشته شدند و میگه که در منطقه دشمنی مثل اسرائیل داره. بنابراین میگه که باید نگرانی‌های امنیتی ایران درک بشه و اینکه حق خودش بدونه که به هر جایی سازمان‌های بین‌المللی دسترسی نداشته باشن. از نظر شما چقدر این نگرانی میتونه موجه باشه؟ I think it's a legitimate issue. But نگرانی قابل توجیه و مشروعه. اما بذار چند تا واقعیت ها رو نگاه بکنیم. الان 3-4 سال گذشته که یک دانشمند هسته‌ای ترور شده. هر کسی دست به این ترورها زده دیگه این کار انجام نمیده. نکته دوم اینه که برخی از افراد هستن که واقعا مهم هستن که بتونن مسائل رو حل بکنن. مثلا آقای فخری زاده. و اگه ایران اجازه نده که آژانس بین‌المللی اتمی با اینجور آدم ها، کسی که شخصیت محوری در اونچه که میگن بود نظامی برنامه هسته‌ای از مصاحبه بکنه، هیچ وقت این اختلاف حل نخواهد شد. باید راههایی برای حفاظت از دکتر فخری‌زاده وجود داشته باشه. مثلا مارک فیتزپاتریک، کارشناس مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک، ممنونم از حضور شما در برنامه. اجازه بدید که سری بزنیم به فرند تقی‌زاده و گزارشی بشنویم بسیار کوتاه از واکنش های شما بیننده هایی که به روند مذاکرات هسته‌ای حساسیت نشون دادید و اون رو لحظه به لحظه دنبال کردید، خصوصا در شبکه های اجتماعی.
بله، شاید بیشترین واکنشی که کاربران شبکه‌های اجتماعی به مذاکرات در جریان در لوزان دارن همرسانی کردن خبرهاست و انتظار. البته باید بگم صحبت‌های امروز نتانیاهو هم مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفت که عمدتاً واکنش‌ها به این صحبت‌ها منفی بود. مثلا ما این خبر روی فیسبوک بی بی سی فارسی کار کردیم، همونطور که در خبرها هم شنیدند مخاطبان ما. امروز نتانیاهو گفته که هر نوع توافق با ایران این پیام رو میفرسته که این کشور نه تنها به خاطر تعدی در یمن مجازات نمیشه، بلکه جایزه اون رو هم میگیره. کاربران ما نظرهای مختلفی دادن، مثلا مثل اسقر که برامون نوشته این کلمات باز هم از اشتباهات نتانیاهو در یمن 10 ساله که مناقش است از زمانی که علی عبدالله صالح بوده، چه ربطی به ایران داره؟ نتانیاهو نمیدونه که ایران مورد توجه دنیاست و ایران برای همه دنیا مهمه. از طرف دیگه یه سری از اونهایی که اهل شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر هم هستن دارن نظر خودشون رو می‌نویسن. مثلا تناقض گفته و دلیل اون هم تلاش نتانیاهو، عربستان و ترکیه برای عدم توافق همینه که میدونن چقدر به نفع منافع ایران این توافق. نوبادی برای ما مثلا نوشته دو گروه مخالف توافق هستن، کسانی که فکر می‌کنن ایران رو پایدار می‌کنه، گروهی هم که فکر می‌کنند ایران نابود میشه با تحریم. هر دو در اشتباهن. کشاورزاده در توییت خودش نوشته اگر این توافق در ظرف بازه زمانی تعیین شده به نتیجه نرسه، شانس رسیدن به توافق در آینده خیلی کم خواهد شد و غربی‌ها ضرر بزرگی خواهند زد. از الان به بعد یه سری از مخاطبان شبکه‌های اجتماعی دارن از توافق احتمالی روزهای آینده حرف میزنن، اینکه چرا اینقدر عقب افتاده و دلیلش چی میتونه باشه. رسول گفته ماهیت نظام جمهوری اسلامی به نتیجه مذاکرات گره خورده، نه به بمب اتم، و به همین دلیل مذاکرات با امتیازدهی ایران به پایان میرسه. یا سالار گفته که وقتی سعودی‌ها نتانیاهو به هر دری میزنن تا قبل از توافق ایران و پنج به علاوه 1 از مفادش با خبر بشن تا کارشکنی کنن، شما انتظار دارین که ظریف و عراقچی چی بگن؟ و این نشون میده که خیلی ها انتظار دارن که ببینن چه خواهد شد. یا پسر بعدم گفته آخرش هم ایران و آمریکا بر تاریخ بعدی مذاکرات توافق میکنن. اگه شما نظر خاصی دارین، میخواین همچنان نظرتون رو بگین، میتونین در نوبت شما ویژه بعد از 60 دقیقه شرکت کنین. برگردیم پیش فرناز و ادامه این خبرها رو بشنویم. ممنونم فرن. اما امروز از سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه مکان مذاکرات رو ترک کرد و اعلام کرد که در صورت احتمال توافق فردا به محل برمیگردد. چین و روسیه اگرچه به طور سنتی با آمریکا تقابل دارن، در مذاکرات هسته‌ای مدتی است که مواضعشان به غرب نزدیک شده. فرانک امیری در گزارشش نگاهی کرده به نقش کشورهای چین و روسیه در مذاکره با ایران. سوالی که بارها و بارها در یک هفته گذشته پرسیده شده، آیا به مذاکرات خوشبین هستید؟ من حقوق نمیگیرم که خوشبین باشم. پولش کافی باشه خوشبینم میشه. شوخی کوچک در دورانی که فشار زیادی بر این سیاستمداران است. روسیه کشور دوست و متحد ایران در این مذاکرات است. بحران اوکراین اما باعث شده که روابط روسیه با دنیای غرب تیره و تارتر از همیشه باشد. به همین دلیل شاید این نگرانی در گوشه ذهن‌ها بوده که روسیه ممکن است در روند مذاکرات هسته‌ای سنگ اندازی کند. اما در ساعات اخیر مذاکرات روسیه نشان داده که خواستار رسیدن به توافقی جامع بر سر پرونده هسته‌ای ایران است. ایران امید دارد که با رسیدن به توافقی جامع با کشورهای 5 به علاوه 1 از فشار تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تا حدودی کاسته شود و اقتصاد کشور کمی رونق بگیرد. 10 سال پیش حجم مبادلات تجاری ایران و اروپا 32 میلیارد دلار در سال بود. با تشدید تحریم‌ها علیه ایران این مبادلات به 9 میلیارد دلار در سال رسید. اما این درباره روابط تجاری ایران و چین صدق نمی کند. مبادلات تجاری ایران و چین در یک دهه گذشته رو به افزایش بوده و در سال 2014 به 52 میلیارد دلار رسیده.
هرچند در نگاه اول به نظر می آید که چین از انزوای اقتصادی و سیاسی ایران سود می برد، ولی تحریم ها محدودیت های زیادی هم برای چین در تجارت به خصوص خرید نفت ایران ایجاد کرده بود. شل شدن تحریم ها پس از توافق اولیه هسته‌ای در نوامبر سال 2013 باعث رشد 30% خرید نفت چین از ایران شد. همین باعث شده که چین نقشی مهم در مذاکرات هسته‌ای ایران داشته باشد. وزیر خارجه چین گفته توافق هسته‌ای لازم و خواست مردم است. روسیه و چین دو کشوری که در بسیاری از موارد مواضع متضادی با آمریکا و غرب دارند، در این مذاکرات به نظر می آید که با غرب در تقابل نیستند. در حالی که بحران اوکراین روابط غرب و روسیه را تیره و تار کرده و لشکرکشی سایبری و جنگ قدرت بین چین و آمریکا هم شدت گرفته، به نظر می آید که توافق هسته‌ای با ایران نقطه ایست که همه قدرت‌ها موافق آن هستند. فرانک امیدی، بی بی سی. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر برنامه هسته ایران از گلاسکو اسکاتلند با ماست. آقای تقی‌زاده، بر اساس خبرها حدود 9% واردات نفت چین از ایرانه و در سالهای اخیر به دلیل مسئله تحریم با مشکلات زیادی روبرو بوده. فکر میکنید این دلیلی هست که چین الان به دنبال این مذاکرات هست و به نتیجه رسیدن اون؟ چین از ابتدای مذاکراتی که ایران با آمریکا و گروه پنج به علاوه یک داشت، عملا نقش شریک خاموش رو ایفا میکرد. هیچ وقت نقش بسیار فعالی نداشت، در حالی که روسیه دارای نقش فعالی در این مذاکرات بود. ولی سیاست چین کاهش تحریم ها، تقلیل تحریم ها و در صورت امکان برداشتن اونهاست، در حالی که از نظر سیاسی در کنار روسیه مخالف تبدیل شدن ایران به یک نیروی نظامی اتمی است. البته چینی ها همزمان با کاهش حجم تجارت خارجی ایران با اروپا، حجم تجارت خارجی خودشون رو با جمهوری اسلامی افزایش دادن. جمهوری اسلامی یکی از سه کشور منطقه خاورمیانه است از نظر حجم واردات کالا از چین، ولی این روابط با وجود اهمیت بسیار زیاد تحت تأثیر روابط با اهمیت تری است که چین به علت ابعاد بزرگتر مناسبات اقتصادی با آمریکا داره. ولی نگاه چین به مذاکرات همیشه نگاه مثبتی بوده. میدونیم که به هر حال خیلی زمان دوری رو من در نظرم ندارم، مثلا حدود یکی دو سال پیش همیشه چین و روسیه دولت‌هایی بودند که ایران نیم نگاهی به اونها داشت برای اینکه بتونه مذاکراتش رو در غرب پیش ببره و بتونه حرف خودش رو به کرسی بشونه. آیا الان دیگه از اون نقش خبری نیست؟ در مورد چین اشاره کردیم، در مورد روسیه این نقش تا حدودی تغییر کرده، کاملا به حق به جانب شماست. تا دو سال قبل یا حداقل تا اپریل سال 2014 که بحران اوکراین شدت نگرفته بود و تدریجا روسیه مشمول تحریم ها نشد، نقش روسیه در مذاکرات اتمی خیلی پررنگتر بود. قبل از اینکه توافق نوامبر سال 2013 به تصویب برسه در ژنو، آقای لاوروف به تهران رفت و آخرین چانه زنی ها رو با مقامات ایران انجام داد. ولی از اون زمان به بعد، به خصوص از اپریل سال 2014، این نقش تا حدودی کمرنگ شده. ولی سیاست روسیه در ارتباط با ایران در رابطه با مذاکرات تغییری نکرده. سیاست خارجی روسیه در قبال جمهوری اسلامی آمیزه است از سوء ظن و همینطور عملگرایی. ولی این مناسبات هم به نوع خودش، به نوبت خودش، تحت تاثیر مناسبات با اهمیت‌تر روسیه با آمریکا قرار داره. در طول دو سال گذشته این مناسبات بین مسکو و تهران نزدیکتر شده. در طول یک سال گذشته روس‌ها تلاش بیشتری کردند که به ایران از نظر تجارتی هم نزدیک بشن، در حالی که مناسبات همکاری بسیار نزدیک اتمی داشتن، مناسبات همکاری نظامی و امنیتی داشتن و با فکر مبادله نفت با کالا روس‌ها حتی در این اندیشه بودند که حجم مبادلات تجاری در وضعیت فعلی در حدود 3 میلیارد دلار در سال رو به حتی 50 یا 60 میلیارد افزایش بدن، که به هر حال به نوعی شعارگونه است، ولی نشون میده که روسا علاقمند به توسعه این مناسبات هم. به هر حال میدونیم که چین شریک بزرگ تجاری ایران، بسیاری از پروژه های ساختن راه‌ها، نیروگاه‌ها و سایر مسائل مورد نیاز ایران رو چین تأمین میکنه. آیا چین نگران نیست که نقش خودش رو در ایران کم رنگ‌تر ببینه در آینده؟
گذشته نشون داده که حضور چین در مناسبات تجارت خارجی ایران کمرنگتر نشده، در حالی که چین موفق شده این تعادل رو در مناسبات با اروپا و بخصوص با آمریکا حفظ بکنه و مسئله مذاکرات اتمی رو از حیطه این مناسبات خارج نگه داره. در ارتباط با تهران این به عنوان نقطه ضعف دیده نشده و همونطور که عرض کردم مناسبات خارجی چین با ایران افزایش پیدا کرده. البته اگر تحریم ها برداشته بشه ایران میتونه به جایگاهی که قبلا در تامین انرژی چین داشت نزدیکتر بشه. تا 3 سال پیش ایران صادرکننده شماره 1 نفت به چین بود، در حالی که این مقام الان به 4 یا 5 کاهش پیدا کرده و چین میخواد به عنوان بزرگترین وارد کننده انرژی به خصوص انرژی فسیلی و نفت در سبد وارداتش نوعی تنوع ایجاد بکنه و ایران در ایجاد این تنوع میتونه نقش اساسی ایفا کنه. بسیار متشکرم از توضیحات شما. رضا تغیزاده، تحلیلگر مسئول پرونده هسته‌ای ایران از گلاسکو اسکاتلند با ما. اما اجازه بدید یک بار دیگه جزئیات اونچه که در لوزان میگذره رو با کسرا ناجی خبرنگارمون در اونجا بررسی بکنیم. کسرا، تازه چه خبر؟ به نظر میاد که این جلسات تمامی نداره. جلسات ما فکر میکنیم تا فردا شب ادامه خواهد داشت. اون موقع است که باید تصمیم بگیرن آیا به توافق نزدیک شدن و روز بعد چهارشنبه صبح احتمالاً یک جمع‌بندی بکنن و اعلام کنن که آیا به توافق رسیدن یا نرسیدن و اگر رسیدن چه میخوان بکنن و اگر نرسن چه خواهند کرد. جالبه که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران همین چند ساعت پیش صحبت میکرد با خبرنگارا، گفت ممکنه فردا یا پس فردا متوجه بشیم که رسیدن به راه حل امکان پذیر نیست و مذاکرات لازمه که به شکل دیگری پیگیری بشه. به نظر میرسه که هنوز واقعا روشن نیست که این مذاکرات چگونه پیش خواهد رفت و چقدر شانس توافق هست. مهمترین مسئله مورد اختلاف تحریم هاست و اینکه چگونه برداشته خواهد شد. این مذاکرات که اگر به توافق برسه، خب باید دید نتیجهش چه خواهد بود، به خصوص اگر حرف از برداشتن تحریم ها باشه. برای بررسی نتیجه و پیامد هر نوع توافق یا تفاهم سیاسی بر زندگی مردم، بر بازار، بر فعالیت‌های اقتصادی، من اینجا همکارم امیر پایور رو دارم تا این مسائل رو یه خود بیشتر بررسی کنیم. امیر، در مورد تحریم‌ها به نظر میرسه که ایران، طرف ایرانی خیلی تاکید داره که تحریم‌های سازمان ملل اول برداشته بشه، به جای مثلا اینکه تحریم‌های بانکی برداشته بشه یا تحریم‌های نفتی. چرا اینقدر تاکید بر برداشتن تحریم‌های سازمان ملل در وهله اول؟ اونطور که ما اطلاع داریم در مورد تحریم‌های یک جانبه و چند جانبه، حتی تحریم‌های بانکی، به نوعی تفاهم رسیدن. البته این بر لغو کامل نیست، ولی برداشت، در واقع تعلیقی که اونطور که یکی از مذاکره کننده های ارشد اروپایی میگفت از 6 ماه بعد از توافق جامع ممکنه شروع بشه. یعنی این تفاهم هست. علتی که ایران داره روی تحریم های سازمان ملل تاکید میکنه، قطعنامه هایی که در واقع شاکله اونها تحریم های اقتصادی نیست بلکه تحریم های هسته‌ای است، این است که این قطعنامه ها مشروعیت برنامه هسته‌ای ایران رو زیر سوال میبرد، اجازه غنی‌سازی نمیده و بعضی مثلا تکنولوژی های دوگانه که مربوط به غنی‌سازی میشه رو جلوشو میگرفت. ایران معتقده که حالا که داره با غرب توافق میکنه، غرب باید به پرونده هسته‌ایش به یه حالت عادی برگرده و مشروعیت برنامه هسته‌ایش پذیرفته شه و برای همین هست که روی قطعنامه‌های سازمان ملل تاکید داره. وقتی که از تحریم‌ها صحبت می‌کنن، یه بخش عمده‌ای که دارن حرف می‌زنن اتفاقاً تحریم‌های هسته‌ای است، نه تحریم‌های اقتصادی. تحریم‌های اقتصادی ممکن است، ولی غرب حاضر نیست، یعنی 5+1 حاضر نیست که هر دوی اینها رو بده، هم مشروعیت بده به برنامه هسته ایران. میگه اون باید همونطور که خودت هم قبلا اشاره کردی گام به گام باید به ایران داده شه و هم تحریم های اقتصادی رو بخواد برداره. حالا فرض کنیم که به توافق رسیدن، به این تفاهم سیاسی همین فردا یا پس فردا، تأثیر اون بر بازار تو ایران، بر زندگی مردم مشخصا چه خواهد بود در ایران؟
اولین نشانش رو ما در بازار ارز معمولا میبینیم. یه مقداری ارزش برابری در واقع دلار در برابر ریال پایین میاد. این یک تاثیر روانی است، نه یک تاثیر واقعا چیزی که از معادلات بازار و اقتصاد حاصل بشه. تأثیرش بر زندگی مردم خیلی به مرور خواهد بود، فردای روز توافق نیست. اما ما اون چی که خواهیم دید ایجاد یک امید و یک اطمینان و یک اعتماد به یک پروسه است، به یک روندی است که داره شکل میگیره. اینکه ممکنه 3 ماه دیگه هم توافق جامع هم به دست بیاد، اینکه ممکنه در دراز مدت تر روابط تجاری ایران با غرب شکل بگیره و بخشی از در واقع اون پولی که ما از ایران بلوکه شده در خارج از ایران برگرده. خود این چشمنداز روشن خیلی اطمینان میده به بازار. حالا فرض رو بر این بذاریم 3 ماه دیگه است و به توافق جامع رسیدیم، اون موقع تاثیرش چه خواهد بود؟ این پولهای مسدود شده 120-140 میلیارد دلار تاثیرش و برداشته شدن تحریم ها، اگر تحریم ها برداشته بشه از به عنوان جزی از این توافق، چه تاثیری خواهد گذاشت بر وضع در ایران؟ اگر اونطور که به ما گفتن یا اطلاع داریم و اگر اونطور که طرف 5 به علاوه 1 میگه که حاضره که تحریم های حتی بانکی رو، من اینو مشخصا ازشون سوال کردم که آیا این که میگی تحریم ها از 6 ماه تا 12 ماه بعد برداشته میشه شامل مثلا تحریم سویفت هم هست؟ گفتن بله هست. اگر واقعا این اتفاق بیفته، خب اون دریچه‌ای که جلوی این 120 میلیارد دلار پول رو گرفته باز میشه. وقتی اون پول وارد بشه، اولین جایی که در واقع اثرش رو میبینه بسیاری از بازرگانان ایرانی هستن، بسیاری از وارد کنندگان تجهیزات هستن که برای پروژه‌های بزرگ مثلا در عسلوی پارس جنوبی نیاز به دلار و یورو دارن، پولی که الان بلوکه شده، اون وقت میتونن این تجهیزات رو برای میدانهای نفتی ایران مثلا وارد کنن. این اولین در واقع اثرش خواهد بود. اما اثر دیگه‌اش در مورد نفت، اگر که اجازه ایران اجازه فروش نفت داشته باشه، اگر ایران اجازه گرفتن پول نفتی که میفروشه رو داشته باشه، این 20 میلیون بشکه نفتی که ایران میگن روی آب‌ها ذخیره کرده میتونه وارد بازار کنه. یک جا وارد نخواهد کرد، برای اینکه قیمت رو به شدت قیمت رو در بازار پای میبره، به خاطر اینکه عرضه خیلی بیشتر از تقاضا خواهد بود. اما دستش باز خواهد بود برای اینکه اینور اونور در واقع این نفت رو بفروشه، درآمد نفتی ایران بیشتر میشه. این کمک میکنه به ذخیره ارزی ایران و فشاری که هم روانی و هم عملا روی ذخیره ارزی ایران هست کمتر خواهد کرد. خیلی ممنون. و به نظر میرسه که تأثیرش هم بر دولت ایران خیلی زیاد خواهد بود. دست دولت حسن روحانی رو تقویت خواهد کرد و خیلی دولت مستحکمتری خواهد بود بعد از این توافق. دولت از نظر اقتصادی دولت منضبطی بوده نسبت به دولت قبلی، ولی همینی که میگی دستش رو بازتر هم خواهد کرد. خیلی ممنون امیر پایور همکارم. برمیگردیم به شما در استودیو. متشکرم کسرا ناجی و امیر پایور در لوزان سوئیس. بیننده ویژه برنامه 60 دقیقه درباره گفتگوهای هسته‌ای در لوزان سوئیس هستید. مدت هاست چه در ایران و چه در خارج از ایران در مورد لزوم رسیدن به توافق خوب صحبت می‌کنند، اما در مورد اینکه توافق خوب واجدش چه شرایطی است اتفاق نظر وجود ندارد. توافقی که به گفته همه طرف‌ها قرار است یک موقعیت برد برد ایجاد کند. سعید قاسمی نژاد پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها و طرفدار افزایش تحریم ها اونطور که گفته شده علیه ایران از نیویورک ماست و همینطور اینجا پیروز مجتهدزاده استاد جغرافی های سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تهران. آیا مجتهدزاده، این توافق خوبی که همه میخوان به اون برسند هر دو طرف از دید ایران چه معنایی داره؟ این اصطلاح توافق خوب و توافق بد رو ایرانی ها درست نکردند. این اصطلاح جزء ادبیات جدید سیاسی هست که از کنگره ایالات متحده امریکا سر بر آورد بعد از سخنرانی های آقای نتانیاهو. منظور تا اونجا که ما درک میکنیم از اصطلاح توافق خوب در ادبیاتی که عرض کردم، محروم کردن ایران از همه خواسته هاش در زمینه عرض کنم حضور شما که انرژی هسته، چنان که نتانیاهو حتی گفت زیرو، یعنی به صفر باید برسه قدرت غنی‌سازی ایران، توان غنی‌سازی ایران و بقیه مسائل مربوط به انرژی. من خیلی مایل بودم نظر شما رو از دید ایران بدونم. میهمان دیگه داریم که از دید آمریکا حتما مورد بحث قرار خواهد داد، ولی از نظر ایران توافق خوب چه توافقی است؟ اگر اجازه بدید من همین رو می‌خواستم شما عرض بکنم.
در ایران این کلمه تا حدود یک سال است که زیاد شنیده می شود. برای اولین بار من میبینم که مقامات ایرانی دارن از این اصطلاح عنوان استفاده میکنن، ولی وقتی صحبت از توافق خوب در تهران میشود مسلما توافق خوب همون معنی رو نداره که در واشنگتن داره، بلکه علل اصول منطق حکم میکنه که باید معنی عکس رو داشته باشد، یعنی اون چیزی که اون توافقی که همه خواستهای ایران رو برآورده بکنه توافق خوب محسوب میشه. بعد که میدونیم این هم ممکن نیست، چنان که توافق خوب از دید واشنگتن هم ممکن نیست. لاجرم باید طرفین یواش یواش برن به طرف ادبیات توافق مرزی و طرفین، توافقی که مورد رضایت هر دو طرف باشه، که اون وقت ما میتونیم صحبت از برد برد خوب خوب از این حرفا بکنیم. آقای قاسم نژاد، از نظر شما آیا آنچه که واشنگتن میخواد، آیا آنچه که مقام های آمریکایی میخواهند به معنای همه چیز برای خود اونها و هیچ چیز برای ایران به عنوان توافق خوب؟ دولت آقای اوباما که در واقع این رویه رو نداره. دولت آقای اوباما در طی مذاکرات امتیازات زیادی داده، چه از این که در واقع بیش از 6000 سانتریفیوژ فعال رو پذیرفته، چه این که به نوعی گفته میشه که پذیرفته که در فوردو در واقع ایران غنی‌سازی انجام بده، سانتریفیوژ ها اونجا باشن، چه این که در واقع پذیرفته که یکی از بحث های مهم این استش که در واقع حکومت ایران پیش از این چه در زمینه نظامی چه کارهایی کرده. بحث شده، مطرح شده که دولت آمریکا این رو یا پذیرفته که در واقع روشن نشه یا در یک فاصله دوری روشن بشه. به نظر من آقای اوباما دولت ایشون مایل هستش که با ایران به توافق برسه و به همین دلیل امتیازات زیادی داده، اما توافق خوب در واقع توافقی هستش که ایران رو به یک دولت در آستانه هسته‌ای شدن بدل نکنه. اول به این دلیل که دولت ایران به یک دولت در واقع اسلامگرای ایدئولوژی که حامی تروریسم هستش، دوم به این دلیل که منطقه خاورمیانه منطقه ای هستش که در واقع روی بشکه باروت هستش. شما همین هفته پیش خبر رو داشتید که اردن هم در واقع به دنبال نیروی هسته ای هستش، قرارداد با روسیه امضا کرده. شما کشورهای حاشیه خلیج فارس رو دارید، شما مصر رو دارید، شما ترکیه رو دارید. شما در نظر بگیرید که توافقی که توافق خوبی نباشه و ایران رو به یک کشور در آستانه هسته‌ای شدن بدل بکنه، تمام این کشورها میرن دنبال سلاح هسته‌ای. خیلی خب، آقای مشتاق‌زاده، آقای قاسمی نژاد گفتند که آمریکا اصلا چنین نظری نداره که ایران در حقیقت هیچی دریافت نکنه، بلکه آقای اوباما تا همین حالا هم خودش انعطاف نشون داده. ما کلمه توافق خوب یا بد رو از زبان اوباما فقط در جواب به کنگره شنیدیم. این بحث رو کنگره مطرح کرده است. کنگره چنین چیزا رو نمیخواد که گفته شد که اوباما میخواد. کنگره دقیقاً برعکس اون چیزایی که اوباما داره توافق میکنه، کما که میبینیم مرتب داره مخالفت میکنه. ولی خود آقای اوباما هم چندین بار در مصاحبه‌های خودش تاکید کرد که ما توافق بد رو نخواهیم پذیرفت، پاش امضا نخواهیم کرد. متشکرم هستم. توافق بد اون چیزی است که کنگره میگوید که به ایران امتیازی داده بشود که همینطور که گفته شد ایران در آستانه صنعت هسته‌ای اتمی قرار بگیرد. یعنی چه؟ یعنی کاملا واضح است. ببینید چند وقت الان در کنگره فریاد زده می شود ما با توافق بد مخالفیم، توافق بد را نخواهیم پذیرفت. این توافق بد رو کی تعریف کرده است؟ آقای اوباما یا آقای نتانیاهو؟ در اینجا ببینید بحث کاملا واضح هست که به چه صورتی است. اینهایی که از زبان آقای اوباما شرح داده شد، اینها خواسته های آقای اوباماست، دولت آقای اوباماست. کنگره چه کار میکنه؟ مرتب داره میگه من مخالفت خواهم کرد. و چی رو مخالفت خواهد کرد؟ چیزی که الان تشریح شد و کنگره اسمش رو گذاشته توافق بد. لاجرم مسئله توافق خوب و بد محروم کردن یا محروم نکردنه ایران هست در زمینه انرژی هسته‌ای، و اگر در تهران این کلمه استفاده شد همینطور که عرض کردم فقط در نقطه مقابل استفاده شده است، و الا تهران هم تعریف خاصی از این قضیه ارائه نکرد. آقای قاسمی نژاد، شما قبول دارید که اگر تهران حرف از توافق بد یا توافق خوب میزنه به معنای این است که میخواد به حقوق قانونی خودش برسه؟ جمهوری اسلامی در واقع توافق خوب، توافقی که مد نظر جمهوری اسلامی هستش، این هستش که بتونه زمان گریز رو هرچه کوتاه‌تر بکنه، و ما و در واقع همون برنامه‌ای که کره شمالی پیگیری کرد، در زمانی که مناسب تشخیص میده اگر که خواست
بتونه سلاح اتمی رو بسازه. جمهوری اسلامی در واقع صرف نظر این که آیا سلاح اتمی رو خواهد ساخت یا نه، هدفش این هستش که در واقع یک کشور در آستانه هسته‌ای شدن باشه، هر زمان که بخواد بتونه سلاح هسته‌ای رو بسازه. این توافق که نظر آقای مشتاق‌زاده هم همینجا بپرسم، آقای مشتاق‌زاده شما هم قبول دارید که ایران تمام تلاشش اینه که زمان گریز کوتاه‌تر باشه به سمت تولید سلاح اتمی بره؟ من گمان نمی‌کنم. ببینید اینجا من فکر نمی کنم کسی با این مسائل آشنایی داشته باشد و متوجه نشده باشد که اینجا مسئله مرگ و زندگی است. یه عده‌ای میگویند ایران نباید صنعت هسته‌ای داشته باشد، عده‌ای در ایران میگویند آقا ما ملت مستقلی هستیم و میتونیم برای خودمون تصمیم بگیریم. اینجا دیگه نمیخواد آقای قاسمی یا بنده بگم، اینجا خود آقای اوباما هم بارها و بارها گفت ما اجازه نخواهیم داد ایران اتمی بشه، ما اجازه نخواهیم داد، یعنی دخالت میکنیم در زندگی مستقل یک کشور دیگر، یک ملت دیگر، و این اجازه رو نخواهیم داد. اینه که اینا تروریست هستن، آدم کشته هستن، اینها نمک قضیه است. بحث این نیست، بحث حقوق ملت ایران هست، بحث حقوق ملت ایران است که ملت ایران آیا حق دارد که برای خودش تصمیم بگیرد. آقای قاسم نژاد اجازه بدید که من نظر شما رو همینجا بپرسم، آیا موضوع تضییع حق اینجا؟ ملت ایران حتما حق داره برای خودش تصمیم بگیره. اگر آقای مجتهدزاده خیلی نگران هستند، بار بعدی که ایران تشریف میبرن به دوستانشون بگن که به جمهوری اسلامی بگن که مردم ایران اجازه بده که در یک انتخابات آزاد و دموکراتیک شرکت کنن. خواهش می‌کنم درباره خود همین بحث صحبت کنیم، درباره موضوع هسته‌ای عادت رسمی اینا صحبت کنیم. آقا شما چرا از مسئله پر میشید؟ من کاملا معتقدم که مردم ایران حق دارن که در واقع انتخاب کنن، ولی اینکه ما بگیم که مردم ایران این رو میخوان، من نمیدونم مردم ایران در کدام انتخابات آزادی رای دادن بکنن یا نکنن، یه مسئله داخلی ایران است. اینجا ما صحبت از این داریم که قدرت‌های خارجی میخوان به ملت ایران چیزی رو تحمیل کنن. اولی خب ملت ایران که رأی نداره که بنده که من برنامه هسته‌ای میخوام، نگرانی‌هایی دارن که خب البته ایران هم تا اینجا پذیرفته که نگرانی‌ها و ممکنه که نگرانی‌های موجه باشه. ولی آقای قاسم نژاد از اون طرفم شاید این نکته‌ای باشه که خیلی‌ها بر اون اذعان دارن که ایران کشوری است که باید حقوقی که بر اساس معاهدات بین المللی براش در نظر گرفته شده رو بهش داده بشه. ببینید ایران یه برنامه مخفی هسته‌ای داشته، کسی با اینکه ایران یک برنامه محدود هسته‌ای برای تحقیقات برای مصارف پزشکی داشته باشه نداره. شما اگر اخبار رو نگاه کردید، آقای مایک مورل در واقع اکتینگ دایرکتور CIA یک نکته خیلی خوبی گفتن، ایشون اصلا نه نیوکان هستن نه جمهوری خواه هستن، در همین ادمنستریشن آقای اوباما بودن. ایشون گفتن این 6000 سانتریفیوژی که در واقع در این مذاکرات به نظر میرسه که قرار به ایران داده بشه، برای یک برنامه هسته‌ای برای پاور پلنت برای نیروگاه کافی نیستش، اما برای یک برنامه نظامی هسته‌ای کاملا کافی هستش. ببینید ایران اگر که میخواد برنامهش واقعا مصارف صلح‌آمیز داره، سوختش رو میتونه از که جاهای دیگه بگیره و برنامه کوچک میتونه داشته باشه برای مصارف پزشکی، برای مصارف تحقیقاتی. این نکته که خیلی گفته ایران شده آقای برنامه... مجتهدزاده میخواستم نظر شما رو بدونم، پاسخ شما رو. پاسخ بنده این هست که ما در این موارد بسیار حساس تکنیکی باید به گوش آقای به حرف آقای مایکل فلان گوش بکنیم یا IAEA شما به آقای آلبرایت و اولی هاینونن گوش بکنید. تشکیلاتی وجود دارد که ایران هم جزء اون تشکیلات هست و امضا کرده پروتکل های مربوطه رو، که اون تشکیلات بارها گفته که جمهوری اسلامی همکاری نکرده میکنه و اونها هستن که به ما باید بگویند که این تعداد سانتریفیوژ به درد این کار میخوره یا نمیخوره، نه اینکه شخص فلان که نه دموکرات است نه نمیدونم جمهوری خواه چنین چنان میگوید. آقای قاسمی نژاد، آقای مجتهدزاده میگن که ما باید اینجا داوری سازمان بین المللی انرژی اتمی رو بپذیریم، آژانس بین المللی داوری رو در واقع آقای اولی هاینونن، آقای دیوید آلبرایت، اینا همه متخصصین برجسته این مسئله هستن. آژانس بارها اعلام کرده که در واقع جمهوری اسلامی همکاری نمیکنه در مواردی که قول داده، و آقای مایک مورل که من گفتم ایشون در صدر CIA نشسته برای سالا، ایشون تمام
تمام در واقع اطلاعات مربوط به این بحث رو داره. حرف این استش که اگر جمهوری اسلامی یک برنامه هسته‌ای میخواد، کاملا هم درسته، میتونه یک برنامه هسته‌ای کوچک داشته باشه برای مصارف تحقیقاتی و برای مصارف پزشکی. سوخت نیروگاه‌هاش رو هم میتونه مثل همه جای دنیا، مثل بسیاری از کشورهای دنیا، از بازار آزاد بخره. اصرار بر این که برنامه مخفی هسته‌ای داشته باشن وقتمون خیلی نیست. ممنونم از سعید قاسمی نژاد، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها و همینطور اینجا در استودیو پیروز مشتری‌زاده، استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تهران. اما علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر ایران، امروز گفته تردیدی ندارد که بعد از توافق هسته‌ای آمریکایی‌ها مسئله موشک‌های ایران و حقوق بشر را مطرح خواهند کرد. از طرف دیگر، گروهی از فعالان اجتماعی در ایران هم نگرانند توافق هسته‌ای پرونده حقوق بشر ایران را به حاشیه ببرد. اما مسئله هسته‌ای چه ربطی به حقوق بشر دارد؟ نگین شراغایی به جستجوی پاسخ این سوال رفت. افزایش بی سابقه تعداد اعدام‌ها، سرکوب و سانسور. این تصویر وضعیت حقوق بشر در ایران در دولت حسن روحانی است به روایت گزارشگر ویژه حقوق بشر. تصویری که حدود دو هفته پیش در ژنو ارائه شد، آن هم در میانه مذاکرات هسته‌ای. در میان جامعه ایرانی نگرانی وجود دارد که ممکن است گفتگوهای هسته‌ای بر وضعیت حقوق بشر ایران تأثیر منفی بگذارد. به زبانی دیگر، توجه به مسئله هسته‌ای باعث شود مشکلات حقوق بشری در ایران در سایه قرار گیرد. اما به عقیده من، رسیدن به توافق در مورد مسئله امنیتی میتواند باعث تعامل بیشتر و گسترده تر ایران در مورد دیگر مسائل هم شود. دولت حسن روحانی تلاش می‌کند به جامعه بین‌المللی نشان دهد در هر زمینه‌ای حاضر است مذاکره کند و دیپلماسی تنها راه است. حضور فعالانه ایران در بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر سازمان ملل یک نمونه از این تلاش هاست. اما دیدگاه‌ها در داخل ایران به نظر تغییری نکرده. امروز مشاور رهبر ایران علی اکبر ولایتی گفته حقوق بشر یک بهانه سیاسی در دست کشورهای غربی برای فشار بر ایران است. او در مصاحبه‌ای که در سایت آیت الله خامنه‌ای منتشر شده گفته وقتی آنها تصور کنند با استفاده از فشار توانستند ما را ملزم به عقب نشینی در موضوع هسته‌ای کنند، همین ابزار فشار را در موضوع موشکی هم به کار خواهند برد. کم کم موضوع حقوق بشر را هم پیش می‌کشند. این موضعی است که رهبر ایران هم بارها آن را تکرار کرده. با این حال عده‌ای هنوز امیدوارند. تأثیر کوتاه مدتش اون بعضی مراکز قدرت رو، اونها رو تحریک میکنه و موجب میشه که سختگیری هایی بر جامعه انجام بشه. ولی در دراز مدت قطعا این توافق موجب میشه که یک آرامشی برای جامعه برمقام بیاره و این آرامش میتونه مقوی و تقویت کننده نهادهای مدنی باشه و این نهادهای مدنی هستن که رکن اساسی حفاظت از حقوق بشر هستن. آخرین باری که نهادهای مدنی در ایران پرقدرت ظاهر شدند دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بود. فعالیت‌های خوبی انجام شد، اما خیلی زود تندروها سعی کردند نهالشان را از ریشه بکنند. بخشی از فعالان حقوق بشر در ایران امیدوارند در صورت توافق احتمالی و برداشته شدن تحریم‌ها، با باز شدن فضای اقتصادی و جان گرفتن طبقه متوسط، وضعیت حقوق بشر هم بهتر شود. لادن برومند، مدیر تحقیقات بنیاد عبدالرحمن برومند، نظر دیگری دارد. متاسفانه فاکتور ویژه‌ای نیست که ما رو به خصوص خوشبین کنه در این مورد، به خصوص که مسئله نمونه چین رو هم داریم که یک کشوری که از نظر روابط اقتصادی و تجاری با تمام جهان بسیار پیشرفته و روابط وسیع و بازی داره، ولی متاسفانه وضعیت حقوق بشر در این کشور اصلا بهبود نیافته و همین دلیل من فکر میکنم که تنها راهی که برای بهبود وضعیت حقوق بشر هست اینه که با فعالیت و فشار فعالان حقوق بشر کشورهای دموکراتی در روابط دو جانبه خودشون تحریم‌های مشخصی رو در رابطه با وضعیت حقوق بشر ایجاد کنند. پیدا کردن راه حل نهایی مطمئناً آسان نیست و زمان بر است. اما ممکن است که با برداشته شدن تحریم‌ها دست کم در کوتاه مدت
هم نیازهای اولیه مردم برآورده شود، هم بخشی از حقوق اولیه‌شان. نگین شیراقایی، بی بی سی. مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق زنان از واشنگتن با ماست. خانم کار، شما سالها در این حوزه کار کردید. به نظر شما آیا چنین توافقی مسئله حقوق بشر رو به محاق میبره یا ممکن هست که باعث تقویت اون بشه؟ من فکر نمی‌کنم خیلی پاسخ قطعی بشه به این سوال داد. البته همه ما نگرانی‌هایی داریم. ولی وقتی که نگاه می‌کنیم به تاریخچه همین مذاکرات هسته‌ای، خب می‌بینیم مردم هیچ نقشی نداشتن در توسعه صنعت انرژی هسته‌ای. ولی ما داریم می‌بینیم از زمانی که آقای روحانی انتخاب شد و مخصوصاً در فضای مجازی مشاهده می‌کنیم که ایرانیان نقش دارند در حمایت از مذاکرات. بنابراین باید دید که اساساً محوریت حقوق بشر در ایران قرار می‌گیره در منافع ملی ایران و امریکا، چون تا قرار نگرفته بود انرژی هسته‌ای در منافع ملی این دو کشور، ما اصلا تصور مذاکره رو نداشتیم. خب چه جوری ممکنه قرار بگیره؟ در صورتی که همونطوری که دیگر فعالان هم گفتن، ایرانیانی که به این صورت دارن حمایت میکنن از مذاکرات هسته‌ای، بعدن که این بحران خیلی حیاتی کنترل بشه، سعی بکنن که برن دنبال بحران‌های دیگری که خیلی واقعا فکر میکنید خانم کار، فکر میکنید که در واقع خواست ایرانیان اون هم در فضای مجازی بوده که باعث شده که دولت ایران به دنبال مذاکرات هسته‌ای بره؟ فکر نمیکنید که تحت فشار قرار گرفتن ایران به دلیل تحریم‌ها، به دلیل مسائل اقتصادی بوده که باعث شده ایران پای میز مذاکرات بیاد؟ حتما عامل اصلی او بوده. ولی اگر که نگاه کنیم به صحنه، ما در حال حاضر نسل‌های جوانی رو مشاهده می‌کنیم که این نسل‌های جوان کاملا دارن حمایت می‌کنن از مذاکرات هسته‌ای. این نسل‌های جوان رو خب در ایران به گونه دیگری میشه دید، در فضای مجازی به گونه دیگری میشه دید. ولی این از طرف دیگه عذر می‌خوام صحبتتون رو قطع کنم، مسئله این هستش که برنامه هسته‌ای زندگی میلیون‌ها ایرانی رو تحت تاثیر قرار میداد، ولی خیلی ها ممکن است فکر کنند که مسئله حقوق بشر فقط بخش هایی از جامعه رو در بر میگیره، اقلیت ها رو در بر میگیره، زنان رو در بر میگیره. شاید بعضی از افراد فکر کنند اصلا اون مسئله اولویت داری نیست. حتما اولویت داره، برای اینکه ابدا فقط اقلیت ها رو در بر نمیگیره، اکثریت رو در بر میگیره، مخصوصا در بحث آزادی های اجتماعی. و من تصور میکنم که اساساً اون جنبشی که الان خفته و نهفته است و در سال 1388 خودش رو مطرح کرد و بعدم حمایت کرد به گونه های مختلف از آقای روحانی، اون همچنان حمایت میکنه و آمادگی داره برای اینکه بحث حقوق بشر رو در ایران زنده نگه داره و کمک کنه به ما در خارج از ایران. ولی این که کاملا محدود میشه به یه عده خاصی از جمعیت ایران، این قابل قبول نیست. بحث لغو تحریم ها هم البته خیلی خوشحال کننده است، چون اون هم میتونه مصداقی باشه از بحث حقوق بشری و وضعیت معیشت مردم. ولی من تصور نمی کنم که بحث حقوق بشر لااقل در درون جامعه ایران به حاشیه بره. ما نگرانیمون از این هست که دولت امریکا اهمیتی بعدن نده، برای اینکه میخواد اون دولتی رو که باهاش قرارداد بسیار مهمی بسته اون رو سرپا نگه داره. مگر به نقطه‌ای برسه که اون حکومت به علت نقض گسترده حقوق بشر در خطر اعتراضات بزرگ مردمی قرار بگیره. بله. که در این صورت باز قرار میگیره در منافع ملی امریکا و بله. من گمان میکنم که ما با وضعیت بهتری البته در دراز مدت مواجه خواهیم شد، مخصوصا در آزادی های اجتماعی. متشکرم از توضیحات شما. مهرانگیز کار، فعال حقوق زنان و حقوق بشر از واشنگتن با ما.
به پایان این برنامه ویژه 60 دقیقه میرسیم. به محض اینکه خبر تازه‌ای به دست ما برسه حتما با شما در میان خواهیم گذاشت. ممنون که با ما هستید. خوش اومدید آقای هولمز. ممنونم. فقط من رو برگردون لندن. بعد با شهر دوباره آشنا بشم. هواشو تنفس کنم.